بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران گرامی، فرا رسیدن ماه رمضان، ماه رحمت و عبادت، ماه ترک گناه و معصیت و ماه نزول قرآن کریم را به شما مردم متدین افغانستان و همه مسلمانان جهان تبریک میگویم و آرزو میکنم که توفیق الهی نصیب همه ما شود تا از روزها و شبهای با برکت این ماه بیشترین بهره های معنوی را ببریم. ماه رمضان ماه تزکیه نفس و تهذیب اخلاق است و ماه فراگیری صبر و تحمل است. روزه گرفتن برای این است که ما را به گفتار و رفتار پسندیده آراسته گرداند و زیباترین سلوک را با مؤمنان بیاموزد. در این ماه کمک به نیازمندان نه تنها یک واجبه بلکه وسیله تکمیل عبادت شمرده می شود و بهترین فرصت است تا ثروتمندان و نیکوکاران با کمک افراد نیازمند و به ویژه یتیمان و بیوه زنان بی‌بضاعت جامعه بشتابند. علاوه بر این، ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان می خواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارند و به تقاضای صلح و آشتی مردم افغانستان که در فیصله های لوی جرگه مشورتی سال با سریع ترین کلمات انعکاس یافت لبک بگویند. همانطوری که در بیانیه مراسم اختتامیه لوی جرگه مشورتی اظهار داشتم، نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه با قطعنامه خود یک نقشه راه و پروگرام عمل را به دولت افغانستان ارائه کردند. من به ملت نجیب افغانستان اطمینان می دهم که بعد از این قطعنامه جرگه مشورتی بخش بزرگ سیاست صلح دولت را تشکیل می دهد و تا به تحقق کامل آن پیگیری خواهد شد. ما به لبیک گفتن از ندای نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح اعلام می داریم که اثر اقدام در جهت صلح و آشتی استقبال می کنیم و راضی نبودیم و نیستیم که هیچ خونه در کشور ما برخاک بریزد و هیچ طفل یتیم و هیچ خانواده داغدار شود. قدرمند و هیوادوالو، به تیر او رزو که ستاس بزرگون استازی لهر ولایت، هر ولسوالی او هر خارچخه په کابل که را طول شل چه ده سول پرده ستاس هیلی او وقتنی بیان کری لطالبانو سره ده مذاکرات و حدود اوتاکی او سول تا ده رسید و لار چاری وخی ده ملی وحدت حکومت به ستاس ده هیلو او وختونو مطابق او ستاس د استازو له مشورو سره سم د سولې هڅو ته ادامه ورکوي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې فتنه او تفرقه ختمه شي او خلک د جنګ، انتحار او انفجار له ویرې پرته په خپلو کلیو او کوڅو کې آرام ژوند پیل کړي. د روژې مبارک میاشتې د پیل کېدو له بختورو فرصته په استفادې سره یو ځل بیا په ټولو وطنوالو غږ کوم چې د اتحاد او اتفاق لمن ټینګه ونیسي او د روژې د معنویت په برکت د سولې او قوت په لور لا چټک ګامونه واخلي. دغه راز د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بېغمه زړه وکړي. د هیواد له رسنیو څخه هم غوښتنه کوم چې خپلې خپرونې د روژې میاشتې روحاني فضا سره سم برابرې کړي او په دغه بختورو ورځو شپو کې د خلکو په تنویر او لارښودنه کې لا زیاته برخه واخلي. په پای کې یو ځل بیا د دې بختورې میاشتې د رارسېدو په مناسبت ټولو ته مبارکي وایم او د الله تعالی په دربار کې سوال کوم چې د دې مقدسې میاشتې له عظیم معنویته د ښې استفادې توفیق را وبخي. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.